لحظه فرار از خدمت در دانشگاهی طبی. برخی از دانشجویان دانشگاه با ارسال این نوار از تلاش مجبوران به خدمت بردن ختم کننده ها خبر دادند. این کار بعدی از امتحان دولتی بیرون شدن گروه از ختم کنندگان دانشگاه صورت گرفته است. برخی از دانشجویان از ترس به امتحان ندر آمدند. پیش از امتحان در آمدن دیدم که بچه ها ندر آمده استوده بودند. پرسیدم که سبب چی باشد؟ گفتند که ابلاوا میگفته که چیز است، بچه ها را امتحان برآمدگی را کپیده به خدمت مجبوری برده استاده بودن. بعد ده همونجا خودم رفتم امتحان را سپریدم، وقتی برآمدند اونجا بچه هایی که وطنی بودگی ها را کپیده ده ماشین ها شنونده بردن چند کسا، بعضی ها یک خیلی گرختند. گفته می شود برخی از دانشجویان از ترس به امتحان ندر آمدند. دانشجویانی که به این حادثه روبرو شدند نمیخواهند در نزدی دوربین صحبت کنند. ماموریت دانشگاه در صحبت با آزادی جلب اجباری ختم کننده ها را به خدمت رد کردند. اما گفتند 21 ختم کننده با اختیار خود به خدمت رفته است. از دانشگاه های دیگر هم چنین شکایت ها میرسد. والدین ختم کننده های دانشگاهی دولتی باختر در نزدی کمیسریت حربی ولایت خطلون جمع آمدند. مؤلف نوار میگوید روز جمعه ختم کننده های دانشگاه را پس از امتحان مجبوراً به مارشروتکا سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این در حالی است که مقامات با نشر عکس و نوار از اختیاراً به خدمت حربی رفتنی صدها ختم کننده در چند دانشگاه خبر دادند. دو هفته پیش در مراسمی با تنتنه تقریباً 200 ختم کننده دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند را از صحن دانشگاه به خدمت حربی گسل کردند. مقامات دانشگاهی کلاب هم اخیراً در یک معرکه با شکوه 73 ختم کننده را که امتحان‌ها را قبل از مهلت سپرده بودند به صف قواهای مسلح سفر بر کردند. درباره مجبور کردن ختم کننده ها برای رفتن به خدمت حربی به حقوق شناسان هم شکایت می رسیده است. مجبور کردن این دانشجو پیش از مهلت سپردن امتحان دولتی، پیش از مهلت موخزه نمودن کار دیپلمی، خود این غیر قانونی می باشد. در گذشته آموزگاران دانشگاه ها از آن نگرانی کرده بودند که مقامات از آنها اجرای نقشه دعوت به ارتش را طلب دارند. دعوت بهوری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شده تا آخر می ادامه می کند. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان می گویند، اما مردم از افزودن موردهای جلب اجباری جوانان به خدمت با شیوه های نو خبر می دهند.